مهمترین قسمت آموزش نرم افزار همین قسمته سلام میکنم به همه شما خوبم من علی رزام اینجا کماکان ویدار تیجه و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ یکی از یکی که نه مهمترین مبحث توی نرم افزار نه تنها نرم افزار توی هر نرم افزار رندرینگی مهمترین مبحث چیه نور یعنی ببین شما هر چی مبحث هست توی تمام نرم افزارهای رندرینگ رو بذار کنار متریال سازی چه میدونم تکسچرینگ پست پرو همه اینا رو بذار کنار نور رو بذار یه طرف نور یه کار خوب باشه چی هم نداشته باشه اون کار اون کار کار خوبی میشه ببین نور اصلا اصلی ترین ملاک واسه اینه که شما رندراتون بهتر بشه هر چقدر هم که شما تو کارت آبژکت های با کیفیت بذاری متریال خوب بذاری کادربندی خوب داشته باشی دوربین گذاری خوبی داشته باشی تمام اینها رو هم که رعایت بکنی بازم اگه نورت نور مناسبی نباشه توی صحنه به مشکل میخوری و رندرت رعال نمیشه به اصطلاح توی این ویدیو به صورت کامل بهتون نور پردازی رو آموزش میدم البته که توی یه قسمت جا نمیشه و توی قسمت بعدی هم ادامه خواهد داشت مبحث نورپردازی به این قسمت یک سری از نورهای ویژه به صورت کامل بهتون آموزش میدم تو قسمت بعدی اون سراغ داملایت همه نورهایی که توی ویری میتونید ازش استفاده کنید رو توی این ویدیو بهتون میگم الا داملایت که تو قسمت بعدی بهش میپردازیم چون خیلی گسترده است خودش یه قسمت کامله پس بدون معطلی بریم سراغ قسمت سوم از آموزش ویریمون فقط قبل از اینکه بریم داخل محیط نرم افزار کانالمون اگر سابسکرایب نکردید حتما حتما این کارو انجام بدید زنگوله رو بزنید نظری چیزی دارید تو کامنت بنویسید از ویدیو خوشتون اومد حتما حتما لایک بزنید بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم بریم داخل خود محیط نرم افزار و ببینیم چه جوری میتونیم از نور درست حسابی استفاده بکنیم حالا میریم سراغ نوری که میخوایم به صحنمون اضافه بکنیم از اینجا توی تب کریت دست سر سوم دسته, دسته لایت هست ما تا حالا جیامتری و شیپ ها رو بهتون توی نرافسر چی مکس آموزش دادیم توی آموزش نرافسر چی دی مکس از اینجا به بعدش دیگه توی این ویدیو بهتون آموزش داده میشه توی این سری ویدیو ها بهتون آموزش داده میشه سر سوم لایت هست لایت رو که بزنید اینجا یه دونه زیر منو داره که بای دیفالت برای موتور رندر های مختلف و خود نرمافزار جی دی مکس هست که ما فعلا با بقیه کاری نداریم و روی ویری میذاریم تا بتونیم از لایت های خود ویری استفاده بکنیم وقتی که بیایم توی تب لایت زیر رو, رو روی ویری بذاریم میبینیم که چهار تا گزینه به همون میده ویری برای اینکه بتونیم ازشون استفاده بکنیم اولین گزینه ویری لایت هست من وقتی که روی ویری لایت بزنم اینجا با دیفالت میتونم چیزی ترسیم بکنم میبینین اینجا الان من توانایی ترسیم یه دونه لایت رو دارم وقتی هم که روی ویری لایت زدم یه سری تنظیمات اینجا برای من باز شد برای من اضافه شد ببینید تا زمانی که من روی ویری لایت کلیک نکرده بودم این تنظیمات برای من نبود وقتی روی ویری لایت میزنم این تنظیمات برای من باز میشه اولین گزینه ای که اینجا من دارم میبینم توی تنظیمات جنرال ویری لایت هم یه دونه گزینه آن و آف داره که اون لایتیو که شما میخواید ترسیم بکنید روشن باشه یا خاموش باشه 100 درصد وقتی میخواید یه نوری رو ترسیم بکنید واسه یه جای تو رندرتون نور بذارید 100 درصد نیاز دارید که اون روشن باشه ولی بعد ها اصلا ممکنه تو رندرتون یه نوری رو بخواید خاموش بکنید حالا فضاتون زیادی روشن باشه یا هر دلیل دل دیگه ای میشه از اینجا خاموشش بکنید رو به روش تایپ اون ویری لایتتون رو میتونید مشخص بکنید حالت های مختلفی که میتونید نور به صحنتون اضافه کنید رو اینجا براتون اوورده که دونه دونه همش رو بهتون درس بدم این ویدیو اصلا مختص اینه که تمام این حالت رو بهتون درس بدم اولین حالت پلین لایت هست پلین ما الان یه دونه اینجا واسه کفمون یه دونه پلین ترسیم کردیم پلین لایت هم دقیقا همین شکله مثل این پلینی که این کف کشیدیم یه دونه نوره که مثل پلین میمونه شما پلین بکشینم دقیقا به همین شکل هر زاویه و اندازه ای که بخواید میتونید بهش نسبت بدید حالا من نورم رو اینجا کشیدم دبلیو رو میزنم که بتونم موش بکنم و از اینجا میارمش بالا یه دونه فلش داره میبینین کلا تمام نورها توی نرف سری حالا به غیر از بعضیشون که استثنان فلش دارن این فلشه جهت نور رو به ما نشون میده یعنی من الان اگر بیام یه دونه تست رندر بگیرم و تنظیمات رندرم اونجوری که میخوام ست بکنم و یه دونه تست رندر بگیرم میبینیم که این نوری که من الان اینجا کشیدم ترسیم کردم میبینید فقط داره به این پایین خودش میتابه به خاطر اینکه جهتش این فلشش به همین سمته حالا من اینو میتونم بیام مثلا روتیت بکنم این شکلیش کنم بعد بیام تست بگیرم ببینم الان چه اتفاقی افتاد میبینید الان اومد زاویش عوض شد و حالا داره به این سمت نورش تابیده میشه خب پس هر نوری که من ترسیم میکنم یه دونه جهت تابش داره که اینو خودش مشخص میکنه اما چه تنظیماتی داره این نور وقتی که سلکتش میکنم توی پنل مادیفایی که بیام اینجا همون تنظیماتی که ابتدا ترسیمش کرده بودیم رو اینجا کامل بهش دسترسی دارم دومین دو گزینه که در اختیار قرار داده شده گزینه تارگت هست تارگت چیکار کار میکنه بچه ها وقتی شما روش کلیک بکنید بهتون یه دونه پوینتر میده که از اینجا میتونید جهتی که بهتون گفتم هر نوری که ترسیمش می‌کنی، یه دونه جهت داره این جهت نور رو میتونید با این گزینه تارگت بگیرید سلکت بکنید هر جایی که دلتون میخواد مووش بکنید نورتون رو میتونید به هر جهتی که نیاز دارید قرارش بدید پس این چی شد شد گزینه تارگت که میتونه روشن باشه میتونم خاموش باشه اینم یه دونه عدد رو که دست خودتونه حالا شاید بگید که خب این کار مثلا با اینکه من میخوام اینو روتیتش بکنم چه فرقی داره کلا هیچ فرقی نداره به صورت کلین این دو تا ذاتا دارن یه کار انجام میدن جفتشون دارن مثلا به یه سمت تابیده میشن ولی خب شما وقتی که تارگت رو میزنی خیلی دقیق تر میتونی اینو بیای مووش بکنی به اون قسمتی که مثلا میخوای تو حالا مثلا میخوایی دقیقا به این گوشه مثلا نورت بتابه البته اینو بگم بچه ها این تاریگتی که شما اضافه میکنید به نورتون برد نورتون رو زیاد نمیکنه ها قرار نیست این نور مثلا تو الان میریش اینجا نورت حتما تا اینجا برسه اگه نورت کم باشه نورتو به اینجا نمیرسه نورت فقط توی این زاویه داره تابیده میشه فقط جهتش به این سمته پس تارگت گزینه خیلی خوبیه برای اینکه شما بخواید جهت نورتون رو خیلی دقیق تنظیم بکنید اما گزینه های بعدی ابعاد نورمون رو میان مشخص میکنن چیزی که مشخص دیگه ببینید من لنز یا طول نورم رو اگه بیام زیاد بکنم طول ابعاد نورم زیادی کم میشه و ارزش هم همین طور اسکیل هم میتونید بکنید اینم بگم که بچه ها اسکیل همونجوری که میدونید توی ابعاد کارمون تأثیری نداره گزینه بعدی یونیت خیلی نمیخوام واردش بشم به خاطر اینکه خیلی به شما مربوط نیست بچه ها اینجور موارد به خاطر اینکه ما انقدر مهندسی شده به این موارد نمیپردازیم چرا؟ به خاطر اینکه این یونیت واحد های نوره که اینجا ما داده شده لومن، لومیننس، ریدینت که حالا اومده مثلا هر کدومش گفته مثلا ریدینت پاور بذاری و حالا اندازه گیریش واته اینجا میتونی روی ریدینت بذاری مثلا بعد بیای مولتیپلایر که میشه شدت نورت رو بر اساس این واحد اندازه گیری که اینجا مشخص کردی بیای تنظیم بکنی که میگم واسه ما خیلی اهمیتی نداره ما با دیفالت اینو همون روی دیفالت خودش میذاریم به خاطر اینکه اصلا ورود کردن به این حوزه که بخوایم مثلا بگیم آقا شدت نورم چقدر باشه واسه چه فضایی این خودش تخصص جداه و از وقت ما خارجه که بخوایم بهش بپردازیم مثلا واسه اندازه گیری نور برای هر فضا ما نرم جدا داریم مثل نرم افزار دایلوکس که میتونید توش خیلی راحت نورتون رو محاسبه بکنید برای همین اینجا لازم نیستش که ما از این گزینه استفاده بکنیم و تنها مترو معیاری که وجود داره برای ما توی فضامون همون چیزیه که میبینیم یعنی اگر احساس کردیم اون نور واسه اون فضا زیاده کمش میکنیم اگر احساس کردیم کم بیشترش میکنیم در کل اینجا میتونم بهتون بگم که برای اندازه گذاری نور اینکه چه عددی بهش بدیم اینو کاملا چشمی باید این کار بکنیم فعلا این کار باید چشمی انجام بشه چرا اصلا به خاطر اینکه خوب ببین اصلا یه چیزی مثل نور واحد اندازه گیریش چیزی که با چشم سنجیده میشه خب وقتی شما یه چیزی رو میبینید دیگه لازم نیستش بیای اینجا خیلی کامل بخوای دقیق مهندسی شده محاسباتش رو انجام بدی هر نوری که فکر کردی واسه فضاد کافی و کفایت میکنه همون قرار بدی اوکی پس میگم خیلی با یونیت کاری نداریم خودمون رو درگیرش نمی هرچند میتونم الان براتون نیم یه ساعت همین یونیت توضیح بدم کلی ویدیو راجبش نشون بدم بهتون ولی هم از حوصله‌تون خارجه همین که خیلی تو آینده به دردتون نمیخوره واسه همین از همین گزینه میگذریم از یونیت رد میشیم در همین حد بدونید که واحدهای مختلف اندازه‌گیری نور وجود داره ولی ما روی دیفالت خودش میذاریم و این سراغ گزینه بعدی که مولتیپلایر یا شدت نورمون هست من دوباره یه بار دیگه پنجره رندرم رو باز میکنم اینو میزنم رندر و آی پی رو فعال میکنم که ببینیم دقیقا چه اتفاق میافته من اگه با عدد C این شدت نوری باشه که به صحنم میتابه اگه بیام اینو کمش بکنم مثلا بذارم روی پنج میبینید شدت نوری که داره از این منبع نوری من ساته میشه کم میشه اگه بذارم روی یک دوباره کمتر میشه بالعکس اگه بیام اینو زیادش بکنم بذارم روی پنجا میبینیم که از اون اول بیشتر میشه و هر نوری رو که دلم میخواد میتونم واسه صحنهم ست بکنم هر نوری که مناسب باشه در واقع برای این فضای من گزینه بعدی مود که میاد دوتا گزینه به ما میده کالر و تمپرچر که به صورت عادی با دیفالت این روی کالر قرار داره وقتی که این روی کالر باشه این پایین این کالره برای ما فعاله وقتی که روی تمپرچر باشه این تمپریچر واسه ما فعال میشه وقتی که بذاریمش روی کالر ما از اینجا روی این دیفیوزی که اینجا هست کلیک بکنیم همون چیزی که تو دیفیوز ماتریال هم میتونیم ازش استفاده بکنیم همون پنجره کالر سلکتور واسه همون اینجا باز میشه من از اینجا میتونم رنگ انتخاب بکنم چه جوری این پوینتر هم مثلا میارم اینجا مثلا یه نور سبز میخوام خب بعد این پوینتری که رو وایت تا ته سفیده رو مثلا میارم بالا یه نور تمام سبز میخوام این نورم چه رنگی شد یا مثلا بیارمش روی رنگای دیگه رو هر رنگی که بذارم همون رنگ رو میاد واسه نور باهاش تولید میکنه و ببینید در واقع این کالر این رنگی که من واسه انتخاب میکنم یه جوری انگار یه دونه تلق رنگی اومده روی این گذاشته که نورم از این فیلتر عبور بکنه و اون رنگ رو به خودش بگیره و دقیقا میگم تلق رنگی چون دقیقا هم عمل میکنه چرا ببینید مثلا روی رنگی مثل رنگ زرد میذارم که عبور نور بیشتری داره میبینید صحنم روشن حالا اینو بیارم مثلا روی دونه تلق خیلی تیره بذارم نوری که ازش عبور میکنه خیلی کمتر میشه میبینید واسه همین میگم عین یه دونه تلق عمل میکنه و اگر خواستید نور رنگی تولید بکنید میتونید از این روش استفاده بکنید حالا گزینه بعدی اینجا بهش دسترسی داریم تمپرچر هست تمپرچر یعنی دماد اون منبعی که داره ازش نور تولید میشه و ببین خیلی کلی بخوام بهتون بگم این عددی که اینجاست دمای نور نیست دمای سوختن نوره خب واسه همین عدد 6500 داره به ما نور یک دست سفید رو میده خب نمیدونم تا دقت دقیق کردین یا نه مثلا به یه شعله آتیش روی یک سری از جاهای آتیش شما مثلا یه شعله آبی میبینید روی سری جاها مثلا یه شعله زرد میبینید روی سری جاها شعله نارنجی میبینید اینو میخوام بهتون بگم که هر چقدر دمای سوختن بالاتر باشه رنگ شما بیشتر به سمت آبی میل میکنه خب و هر چقدر این عدد پایین تر باشه و دمای سوختنتون پایین تر باشه این رنگ میره بیشتر به سمت قرمز و نارنجی حالا چرا اینجا اصلا به ما دمای سوختن داده به خاطر اینکه شما ببینید مثلا این نورایی که توی محیطتون میذارید اکثرا نورایی که مثلا از منابعی مثل خورشید تولید میشه دیگه خب یا همین چراغهایی که ما توی فضاهایی که نور طبیعی مثلا بهشون نمیرسه میذاریم یه نوری مثل نور خورشید رو مثلا میان حالا تولید بکنم با یه مقدار مثلا فیلتر بیشتر و نور خورشیدم توی یه همچین بازه ای جا میشه نورهای اطراف دمای 6500 حالا برای مثال من 6500 و میان بیشتر میکنم دماشو مثلا میذارم روی 8000 خب این روی 8000 میذارم این نوری که من میده یه نور آبی آسمونیه که مثلا توی دمدمای غروب مثلا دارین شما دیگه نور این رنگی یا مثلا اگه بیان بذارم توی 4000 هزار یه نور مثلا یه ذره مایل به نارنجی به هم میده حالا گلبهی بهش میگن چی میگن کر همچین رنگی به هم میده ولی بای دیفالت این روی 6500 که نور سفیده با این گزینه فعلا کاری نداریم میریم روی قسمت بعدی رکتنگل و بعد. دیسک لایت که اگر من فعالش بکنم اینجا میتونم تیک پریویو رو بزنم از اینجا نوه رو بیارم روی سلکتت بذارم وقتی روی سلکتت بذارم این در واقع میاد نور منو همگرا میکنه ببینید من توی حالت عادی یه نور واگرا دارم این منبع نوری من داره به همه جهات توی اطراف خودش نور ساطع میکنه خب همجوری که الان میبینید یه دایره اومده همراستای نور خودم قرار گرفته باختر که این تو همه جهات داره نور پرتاب میکنه من اگر بیام این پیویو رو روی سلکتت بذارم و عدد دایرکشنالش رو شروع بکنم کم کردن خب یه نور همگراتر میگیرم از این مثل مثلا نور سافت باکس مثل مثلا نور نوره که کنترل شدن دیگه و این قابلیتی که من از اینجا بهش دسترسی دارم حالا من اینو فعلا روی تنظیمات قبلیش قرار میدم و میرم توی تب بعدی یعنی تب آپشن تنظیمات نور یک سری گزینه و یک سری عدد که اینجا کامل بهتون توضیح میدم اولین گزینه کست شادوز هست خب بذارید من اینجا برم جلوتر تا بهتر بتونید متوجه بشید این با دیفالت تیکش روشنه وقتی من تیکش رو بردارم چه اتفاقی افتاد اگر تیک کس رو بردارید دیگه سایه براتون توی رندرتون محاسبه نمیکنه از اون نوری که دارید تیک کس می میزنید دیگه هیچ سایه ای محاسبه نمیشه اگر تیکش باشه سایه اون آبجکتاتون تمامش محاسبه میشه تیک بعدی تیک دابل سایدت هست دابل سایدت رو بخوام توضیح بدم بهتون بذارید اینجوری بهتون بگم نورم اگه بیارم اینجا به این شکل مثلا در بیارم اگر تیک دابل ساید رو بزنم میبینین انگار یه دونه نور دیگه پشتش اضافه شد دابل ساید یعنی نورتون توی دو تا جهتی که هست به فقط توی این جهت نباشه انگار پشتش دقیقا یه نور دیگه ازش کپی گرفتین و داره میتابه این هم گزینه دابل ساید. این ویزیبل میاد نورتون رو نامرئی میکنه ببینید فقط منبع نورتون نامرئی میشه نورتون از بین نمیره من اگر تیک اینویزیبل رو بزنم میبینید نورم هنوز توی صحنه سر جاشه ولی منبع نورم رو دیگه نمیبینم گزینه خیلی کاربردی خیلی جاها به کارمون میاد اما یه موردی که هست راجه به این اینویزیبل باید بهتون بگم اینکه ببینید اینویزیبل با خاموش کردن نور فرق داره ها وقتی شما نور خاموش میکنید دیگه هیچی توی صحنتون نمیبینید اما وقتی که اینویزیبل میزنید فقط این منبع نور نامرئی میشه برای اینکه بتونید این باستاب هایی که این نور از خودش داره تولید میکنه رو هم خاموش بکنید یه گزینه داریم به اسم افکت دیفیوز که میاد این باستاب هایی که این نور داره از خودش ساطع میکنه رو از بین میبرید که حالا یه عدد هم داره میتونید کنترل بکنید حالا کم یا زیاد بکنید استاب هایی که این منبع نوری داره از خودش ساطع میکنه بقیه گزینه ها رو فعلا باهاش کاری نداریم برسیم به مباحثی که مربوط میشه اینجور گزینه ها تا تفاوتش رو واقعا متوجه بشیم الان واقعیت خیلی اگه بخوام اینا رو براتون توضیح بدم بی خودی ذره گیج میشید و شاید هم خیلی خوب متوجه نشید پس از این موارد میگذریم میریم سراغ گزینه بعدی یعنی سمپلینگ خب پس من برای اینکه یه ذره درک بکنید ببینم ذره ابعاد رندرم رو بیشتر بکنم اینو قفل اینو روی ام... مثلا 1800 و, و حالا یه تست بگیریم ببینیم که اینجا فکر کنم بهتر مشخص باشه ببینیم ما وقتی که نور میذاریم داخل صحنمون وقتی یه آبجکتی جلوی این نور قرار بگیره دو تا مبحث اینجا به وجود میده یکی سایه یک نیم سایه بچه ببینین با سایه که کلا مشکیه یعنی مثلا به این قسمت کار میگن خیلی کاری نداریم تکلیفش مشخصه دیگه کلا نور مثلا به این قسمت تابیده نمیشه نور به این قسمت نمیرسه و همینجا کلا مشکی دیده میشه یه قسمت هم که نور مستقیم داره بهش تابیده میشه مثل اینجاها مثل اینجاها باز باهاش خیلی کاری نداریم ولی قسمت هست مثل اینجاها که نیم سایه تشکیل شده به اصطلاح ببینید الان اصلا از این سیاهیه به بعد صاف نیومده مثل بقیه جاها بشه دیگه این نیم ای تشکیل شده این که این نیم سایه چقدر با کیفیت بیشتر و بهتری تشکیل بشه اینو سامپلینگ برای ما مشخص میکنه بچه ها سامپلینگ دقیقا چیکار میکنه ببینید سامپلینگ میزان رفت آمد و باستاب و برخورد نور با سطوح مختلف رو مشخص میکنه هر چقدر شما سمپلینگ بالاتری بدین نور بیشتر میره به سطوح مختلف برخورد میکنه و یه جایی که مثلا مثل اینجا نیم سایه تشکیل میشه خیلی نرمتر صافتر و ریالتر بهتون نشون داده میشه پس اگه اینجوریه تا اونجایی که ما میتونیم بیمیم سمپلینگ عددش رو ببریم بالا هم اندازش هم مقدارش رو کلا تا اونجا که میشه جاداره ببریم بالا دیگه مگه نمیگه رندر بهتر میکنه ولی این هم در نظر داشته باشیم یکی از مهمترین یکی از مهمترین که حالا باز جلوتر راجبش کامل صحبت میکنیم مهمترین معلفه ها توی رندر گرفتن توی بحث کلن رندرینگ و نرم افزار ویره ای زمانه خب ببین شما هر چقدر این سمپلینگتون رو هوشمندتر بکنید عددش رو ببرید بالاتر تا رندر بهتری بخواد بهتون تحویل بده به همون نسبت تایم رندرتون خیلی خیلی بیشتر میشه چون حساب بکنید شما مثلا میخواید این رندری که این صحنه داره رو بگیرید خب کلیک رندر رو میزنید خیلی هم مثلا به جزئیاتش کاری ندارید نور میاد یه دونه یه بار میخوره اینجا یه بار میخوره به این سطح یه بار برمیگرده به اینجا و میره خب و شما این کیفیتی که الان مثلا به ما نشون داده شده رو داری میبینی نور مثلا سه بار داره برخورد میکنه با هر ساعت و کیفیتی که اینجا داره رو به ما مثلا نمایش داره میده خب پس اگه من الان توی این وضعیت به همین کیفیت رندر راضی باشم همین کیفیت رندر برام کافی باشه واسه چی باید سامپلینگ رو بیام ببرم بالاتر که مثلا به جای 3 تا دونه باستاب بیاد 6 تا دونه باستاب و محاسبه بکنه که همون 6 تا باستا تایم رندر منو یهو دو برابر بکنه وقتی من کیفیت برام کافیه واسه چی باید بیام همچین کاری انجام بدم پس ببینید تعداد باستا های نور تعداد رفت و برگشت های نور میاد این سامپلینگ رو برای ما مشخص میکنه در واقع ما باید جابجا جا کردن اعداد سمپلینگ میایم و مشخص میکنیم که رندرمون چقدر کیفیتش بهتر بشه خب پس این هم از سمپلینگ حالا فعلا با اعدادش و گزینه هاش کاری نداریم فعلا میذاریم روی دیفالت خودش بمونه و ازش رد میشیم کامل جلوتر سمپلینگ و یک سری موارد دیگه که انجین های نرافسر ویری باشه رو کامل جلوتر بهتون به آموزش میدم چون اینا به صورت خیلی مستقیم با هم دیگه مرتبطن تا بعدی هم ویوپورتی که فعلا باهاش دوباره کاری نداریم این شد از تنظیمات نور یا ویری لایتی که ما توی صحنمون قرار میدیم خب این همه تنظیمات داشتیم اینا همش واسه ببینید ما الان اومدیم توی ویری لایت و یه دونه پلین لایت ترسیم کردیم تمام تنظیماتش رو بهتون گفتیم خب اگه اینجوری باشه که اینجا یه دونه پلینه هر کدومش دوباره دام داریم اسفیر داریم مش داریم دیسک داریم از این ور امبینت لایت داریم ویرایسان داریم ویرایس اینا همش واسه خودشون تنظیمات داره همش که واسه خودشون تنظیمات داره ولی بعضی هاشون شبیه به هم, هم واسه همین لازم نیستش که واسه هر کدوم از این تایپ های مختلف یه سری تنظیمات مختلفی رو تست بکنید اول نور که پلین بود نور صفحه‌ای که یک نور رو میتونید به صورت صفحه تخت بتا ببونید به دومین گزینه دام داملایت خیلی تنظیماتش با بقیه گزینه ها فرق داره از یک سری لحاظ نگاه کنید انگار همونه ها انگار همون پلین لایت حالا یه سری گزیناش فقط خاموش و روشن شده ولی گزینه دادن چه طول میکشه داملایت رو تو جلسه بعدی بهتون میگم چون خودش یه جلسه کامل و مجزا از همون زمان میبره میریم سراغ نور بعدی اسفیر اسفیر لایت چیه یه نور کروی uh, دیگه ببینید من اسفیر لایت اگر ترسیم کنم اینجا روی صحنه موویش بکنم بیارم بالا uh, میبینید که بذارید این ورم کامل مشخص کنم یه دونه نور کروی دارم هر جایی هم بخوام میتونم قرارش بدم توی تنظیماتش هم بیام تنظیماتش عین همون پلین لایت اندازش رو میتونم مشخص بکنم دوباره میتونم بهش تارگت بدم شدتش و بقیه تنظیماتم عین همون تنظیمات قبلی به غیر از اسفیر نور بعدی که داریم مش لایت حالا اول دیسکو بهتون بگم دیسک لایت یه نوریه که به صورت یه دیسک به صورت یه دونه سرکل تابیده میشه به صفحتون ببینید یه همچین حالتی داره خیلی ازش میتونیم استفاده بکنیم باز تنظیماتش عین همون تنظیمات قبلیه اما مشلایت مشلایت یه مقداری با بقیه نورها متفاوته ببینید به غیر از دام لایت که جلوتر درسش میدم ما یه نور صفحه داریم یه نور کروی داریم و یه نور دیسک لایت داریم خب ولی گاهن یه سری بذارید مثلا یه سرچ بکنیم یه سری نورا رو ما میبینیم که اصلا اشکالشون خیلی فرق داره با این نوری که ما الان تو ویری دیدیم ما تو ویری یه نور صفحه داشتیم یه نور کروی داشتیم با یه دونه دیسک لایت. گاهن یه سری مثلا نور می‌بینیم بزنین حالا سرچ بیاد بالا مثلا ببینیم مثل اینا یه سری نورایی رو می‌بینیم که ببینید مثل اینجا خیلی اشکال مختلفی داره حالا مثلا من نور خطی که سرچ کردم اینجا کلی نور با اشکال مختلف چراغ‌های مختلف هستش که هر کدوم نورای مختلفی می‌خواد شکلای مختلفی می‌خواد اینا رو پس چه باید درست بکنیم برای این کار یه نوری در اختیار ما قرار دادن به اسم مشلایت خب من مشلایت رو وقتی که بیام اینجوری تو سحنم ترسیم بکنن جاش مهم نیست بچه ها که کجا باشه اینم که الان تو صحنه روشن دیده میشه شما بهش توجهی نکنید وقتی که ترسیمش میکنید یه گزینه ای داره اینجا به اسم مشلایت وقتی که روش بزنید یه دونه پیکمش بهتون میده روی پیکمش وقتی کلیک بکنید میتونید یه آبجکت رو هر آبجکتی که باشه انتخاب بکنید و اون آبجکت رو بشناسید به عنوان یک منبع نوری مثلا من این تیپات میخوام الان نورم بشه ببینید روی تیپات وقتی که کلیک میکنم تیپات هم تبدیل میشه به یه دونه منبع نوری حالا من اینو میتونم جابجا جا کنم هر جا که دلم میخواد بذارمش بقیه تنظیماتی که توی گزینه‌های دیگه داشتم هم به هم اینجا میده و دستم بازه برای تنظیمات اون تا یه فرق که بچه مش لایت با لایت های دیگه داره با پلین لایت و اسفیر و دیسک لایت داره اینه که یه مقدار هنوز که هنوزه اپتیمایز نیست و منطقی نیستش که هر جا مثلا هر نوری میخواید استفاده کنید از مش لایت استفاده کنید من نمیگم از مش شکلی وقت استفاده نکنید حتما حتما این کار انجام بدید ولی مثلا توی یه صحنه ای که مثلا یه نور ال دارید مثلا تو صحنه تون بذارید براتون ترسیم بکنم برای مثال من میام اینجا یه دونه لاین میکشم تو اینجا یه دونه مثلا ال ترسیم میکنم میام یه دونه اوت بهش میدم و یه اکسترود خیلی کم بهش نسبت میدم یه اکسترود یک دهمی که حالا اینجا واسم زیاده یک واسه هم زیاد یک می مثلا خب وقتی من یه همچین نوری رو میخوام بهتره از مشلایت برای این کارم برای اینکه این, این نور رو تبدیل به نور مثلا الو کنن نکنم چرا به خاطر اینکه ببینید مشلایت برای تشکیل چراغ و نورهایی که به اشکال خاصی هستن به درد میخوره ولی فقط به همین درد میخوره به درد تأمین کل نور فضاتون نمیخوره چرا به خاطر اینکه هنوز مشلایت گزینه خوبی برای تأمین نور فضا نیست حالا دلیلش چیه که گزینه خوبی نیست به خاطر اینکه بچه ها مشلایت ذاتن نیمسایه زیادی تولید میکنه وقتی که تو صحنه قرارش میدید بذارید پنجره رندر رو من یه بار دیگه باز بکنم ببینید وقتی که شما توی صحنتون مش لایت بذارید ذاتا میبینید نیم سایه زیادی تولید میشه الان اینجا همش اینا نیم سایه است متوجه میشین اینا همش نیم سایه است خب اینا باعث میشه تایم رندر من بره بالا همون چیزی که دقیقا توی سمپلینگ براتون توضیح دادم هر چقدر با و رفت آمد نور بیشتر بشه تایم رندر من هم به طبع بیشتر میشه بنابراین میگم خیلی منطقی نیستش که واسه تأمین نورهای اصلی فضاتون از مشلایت استفاده بکنید پس آقا من چیکار کنم؟ من اینجا یه نور ال میخوام یا اصلا یه آبجکت خیلی پیچیده تره میخوام که این بشه چراغم پس از چی استفاده کنم از مشلایت استفاده بکنید منتها مثلا این آبجکت رو سلکت بکنید یه دونه مشلایت این ترسیم بکنید مشلایت اینجا ترسیم بکنید بیاید تو تنظیماتش اینم حتی پیکمش بزنید اینم حتی تبدیل بکنید به اون مشلایتتون منتها شدتش رو به حدی کم بکنید که فقط صرفا این لایتی که شما ترسیم کردید روشن دیده بشه خب برای روشنایی فضاتون مثلا یه همچین شیپی بیایید دوتا دونه پلین لایت کنار رو همدیگه ترسیم بکنید مثلا میایید توی این ویو تا اینو مودش رو میذارید روی پلین یه دونه اینجا ترسیم میکنید یه دونه هم اینجا بعد این دوتا رو بیاید مثلا زیر همین قرار بدید شدتش بیشتر بکنید که فضاتون رو روشن بکنه با تنظیماتی هم که الان بهتون یاد دادم چجوری میتونید مثلا مشخص بکنید که اینا دوتا نور زیر هم دیده نشن ما یه گزینه داریم به اسم اینویزیبل اینجا گفتم گزینه کاربردیه اینو میایید نزدیک این زیره این قرار میدین این تیک اینویزیبل رو میزنین این نوره دیگه دیده نمیشه و فضاتون رو انگار این نور بالایی داره روشن میکنه با این یکم هم دقیقه همین کارو میکنم میام اینویزیبلش میکنم این مشلایتی هم که اینجا ترسیم کرده بودم و یه لحظه چک میکنم شدتش کم باشه بله کمه اینم پاک کنم حالا میام تستش رو ببینم چه شکلی شده بینید فضای من کاملا روشنه از اینجا اگه تست بگیرم یه مقدار شدت این مشلایت هم بیشتر میکنم که یه ذره روشنتر دیده بشه مثلا میذارم رو پنج بینید کامل روشن دیده میشه ولی صحنه رو که نگاه میکنم روشن روشنه چرا به خاطر اینکه من نورای دیگه ای زیرش قرار دادم پس این هم شده از مشلایت حالا شاید بگید که اصلا همه شیپ هایی که ما داشته باشیم به این سادگی نباشه دقیقا که اکثرا هم اینجوری هست اتفاقا اکثر نورهایی که ما نیاز پیدا میکنیم از مشلایت استفاده کنیم برای درست کردنشون به این سادگی نیستن الان این مثالی که من اینجا زدم یه کوچولو اقراقامیزم هست اگه واقعا قرار همچین نور الی درست بکنید اصلا همون دوتا دونه پلین رو بکشید کفایت میکنه خب من اینجا فقط صرفا دارم بهتون روش اصلی کار رو یاد میدم اگر یک به یک نوری نیاز داشتید که خیلی فرم خاصی داشت اونجا دیگه حالا مجبورید از مشلایت استفاده کنید انقدر هم دیگه حالا حتما مهم نیستش که همه جا بیایید مشلایت رو تبدیل بکنید به یه نور دیگه این تکنیکی که بهتون گفتم صرفا این نکته یه که میتونه انجام دادنش کمک بکنه به اینکه تایم کمتری داشته باشید وگرنه در اگر سیستم خوب دارید اصلا میتونید از همون مشریت استفاده بکنید این هم از آخرین لایت که بهتون گفتم ما توی ویری لایت الان به غیر از دام لایت تمام گزینه ها رو بهتون گفتیم بچه ها حتما حتما این مواحسی که تا الان بهتون گفتم رو خودتون یه ذره کار بکنید تمرین بکنید ببینید آقا مثلا فلان رو بذارم شدتشی کم و زیاد بکنم دماشو بالا پایین بکنم مثلا پلینار لایت بذارم یا مثلا اسفیر بذارم چه فرقی تو صحنه ایجاد میشه چه تفاوتی ایجاد میشه تو صحنه شیدت کردن اینا همه رو سعی کنید تمرین بکنید تا خودتون آشنا بشید کم کم با این مبحث رنده گیری و میگم تا تمرین نکنید این مباحث رو کامل کامل نمیتونید خوب یاد بگیرید ویدیوی بعدی راجع به داملایت که قرار میدین قسمت بعدی و خیلی از چیزاش عین همین ویدیویی که الان گذاشتم پس اگر این ویدیو رو خوب خوب ندیدید یا فکر کردی سری جاهایی رو م... مشکل دارید و کامل متوجه نشدید حتما حتما برگردید و ویدیو رو کامل دوباره از اول نگاه بکنید در نهایت اینم بگم سوالی چیزی اگر دارید حتما حتما عضو گروه تلگرام بشید گروه تلگرام ما یه گروه رفع اشکاله که به صورت کاملا رایگان میتونید عضوش بشید سوالی چیزی دارید اونجا مطرح بکنید من و دوستانم هستیم و سوالات و مشکلات شما رو سعی می‌کنم تا اونجایی که بتونیم پاسخ بدیم در نهایت بیشتر از این وقتتون نمیگیرم خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودین تا قسمت بعدی و یه ویدیوی دیگه شما رو خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار